همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه های کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. میگمان به یاد دارید که هفته پیش درباره ماجرای کوشش برای استقلال کردستان عراق، ایجاد یک دولت کردستان در عراق با شما سخن گفتم و از پیامدهای اون در ایران و از سودای گروه های قومی در ایران برای برافراشتن پرچم استقلال یا به گفته خودشون خودمختاری یا فدرالیسم و چیزهای از این دست سخنانی گفتم و این وعده رو به شما دادم که برنامه امروز رو هم همچنان به این موضوع بپردازم. خلف وعده نمیخواهم بکنم، اما رویدادهایی در این روزهای گذشته پیش آمده، نه رویدادهای ناگوار بلکه رویدادهایی که به هر روی به این تلویزیون، به من، به شما، به جامعه ایرانی مربوط می شود و پیوند هم دارد با این سالگرد 22 بهمن، یعنی رویدادی که تصور می شود که به برانداخته شدن نظام پادشاهی و ایجاد جمهوری اسلامی در ایران انجامیده، که من رو وامی دارد که از این برنامه وعده داده خودم اندکی کنار بروم و در دست کم بخش نخست این برنامه به نکاتی بپردازم که همواره کوشش کردم که درگیر اونها نشوم و به چیزی نپردازم که شاید با برنامه‌های دیگر این تلویزیون گرفتاری داشته باشه. می‌دانید که تلویزیون اندیشه یک تلویزیون پلورالیستی است، یک تلویزیون با دیدگاه‌های چندگانه است. بیشتر برنامه‌های تلویزیون شاید با گرایش همسو با داوری‌های دارنده تلویزیون باشه. بخشی از برنامه این تلویزیون هم، بخش بسیار مهمی از برنامه تلویزیون هم زیر نظر دفتر سیاسی آقای رضا پهلوی فراهم میشه و بنابراین در این تلویزیون چند سویی هایی هست، چندگانگی در دیدگاه ها وجود داره و من از این چندگانگی تا اونجایی که به هوچی بازی و دعوا و درگیری های جنجالی نیانجامه همیشه استقبال کردم و باور بر این دارم که مردم خودشون دارای شعور و فهم و دانش هستند که با دیدن برنامه ها اون چیزی رو که بیشتر گرایش به اون برنامه دارن یا با آن برنامه ساز دارن اون رو بیشتر بهش توجه کنن و این است که این چندگانگی در تلویزیون اندیشه رو من همیشه سپاس گذاردم و ارزیابی مثبت ازش داشتم و همیشه به خود آقای دورمنی هم گفتم که کار نیکی رو آغاز کردی و به این کار نیک ادامه بدهید. راستی همین است که در این چند سالی که من در این تلویزیون کار کردم، کار که البته به معنای حقوق گیری نیست بلکه برنامه داشتم، چه در برنامه برگی از تاریخ که با آقای حسین مهری، دوست بسیار ارجمند دیرینم، اجرا میکنم و یکی از بهترین روزنامه‌نگاران کهنسال ایران، و چه با برنامه‌ای که به نام یک کلمه چند سالی است دارم و خودم سخن و داوری های خود رو با شما در میان میگذارم، هیچگاه نبوده است که تلفنی، نامه ای، ایمیلی، پیامی از سوی دارنده تلویزیون یا مدیران تلویزیون دریافت کرده باشم که به من هشدار بدهند که آقا در این تلویزیون این حرف آن حرف رو نزد. هیچ فشاری بر من نبوده، بلکه خود ما به عنوان کسانی که در یک مجموعی داوری هایی رو با شما در میان میگذاریم باید انصاف رو رعایت کنیم. یعنی نباید در این تلویزیون منی که با شما در این خانه تلویزیونی گفتگو میکنم گرفتاری اگر با مثلا دوست گرامی هم آقای پرویز کاردان در یک زمینه‌ای داشته باشم، سفره دل خودم رو در این برنامه خالی کنم و از آقای پرویز کاردان به شما شکایت کنم. نه اینکه شکایتی دارم، ایشان شکایتی هم ندارم، ولی گیرم که داشته باشم این موضوع برنامه تلویزیونی نیست. در همه رسانه‌های پیشرفته جهان هم این رو رعایت می‌کنند که در یک شبکه تلویزیونی برنامه سازان حریم یکدیگر رو نمی‌دارند و به برنامه‌های یکدیگر پرخاش و برخورد نمی‌کنند مگر با برنامه‌ریزی تبلیغاتی از پیش ساخته شده، مثل جنجال‌هایی که دورانی در سال‌های پیش از انقلاب
میان برخی از روزنامه‌های سرشناس تهران وجود می‌داشت که کسی در خوشه مقاله‌ای می‌نوشت و در فردوسی کسی به اون جواب می‌داد و در تهران مصور به اون دوتا پاسخ می‌دادند و بازار روزنامه رو گرم می‌کردند و با هم رفیق بودن آدم‌هایی که این پرخاش‌ها رو به یکدیگر می‌کردند. کار من کار پژوهش تاریخ است، کار روزنامه‌نگاری جنجالی نیست. اگرچه امروز در این برنامه و این روزها در این برنامه در قامت یک ژورنالیست ظاهر می شوم، نه ژورنالیستی که به راستی ژورنالیست باشد، بلکه در یک ظرف ژورنالیستی در برابر شما قرار می گیرم، در یک ساختار روزنامه نگاری با شما گفتگو می کنم. اگرچه من روزنامه نگار نیستم و هیچ پیشینه روزنامه نگاری به اون مفهوم ندارم، مگر اون ماهایی که در دوران پس از انقلاب در شورای سردبیری روزنامه ندای آزادی قلم می زدم و این روزنامه هم بسته شد، به اون هم خواهم پرداخت. ولی روی هم رفته باید گفت به عنوان پژوهشگر تاریخ سخت وفادار هستم به این که آنچه رو که با شما در میان می گذارم آگاهی بر اون داشته باشم، از راه هوشیگری و جنجال و تبلیغات مسائل رو در برابر شما قرار ندهم، چرا که ما به اندازه کافی هوشیگر و آدم‌هایی که با تاریخ بازی می‌کنند و داده‌های نادرستی رو در برابر مردم می‌نهند روبرو هستیم. نیاز به این که یک نفر به اونها بپیوندد و داوری‌های تاریخی رو بر پایه رفتارهای به قول معروف بازاری در برابر مردم بنهد وجود نداره. ما باید بیشتر و بیشتر به راستگویی پیرامون تاریخ خوب بگیریم، چیزی که در فرهنگ ما بسیار ناتوان است. فرهنگ ما در درازای سالهای گذشته، سده‌های گذشته خوب گرفته به این که سخنی رو کسی بگوید بیان که سندی در باره آن باشد و با گفتن این سخن این بازگو شود و با بازگو شدن سند بشود و از این گونه سخنان خیلی زیاد در تاریخ ما بوده و حتی به پژوهش‌های تاریخی هم راه پیدا کرده. یعنی یک پژوهشگر تاریخ هنگامی که در روزنامه چیزی خوانده بیان که جستجو کند که پیشینه آنچه که در این روزنامه آمده آیا درست هست یا نیست، آن رو به عنوان یک سند تاریخی بازگو کرده و این است که کار پژوهشی بسیار دشوار می‌شود. جالب اینجاست که ما داده‌های بسیار اندکی، اسناد بسیار اندکی درباره تاریخ دور ایران در دست داریم. دیروز دوستی به من زنگ زد و گفت شما تا چه اندازه آگاهی دارید که تاریخ کهن ایران درباره کوروش درست بوده باشد، چون در نوشته‌های ادبی ایران پس از اسلام نامی از کوروش و داریوش و هخامنشیان نیست، ولی می‌دانیم که اونها وجود داشتند و چگونه می‌توان به این اسناد دست یا و اشاره کردم که ما هرچه از تاریخ امروز دور می شویم و به گذشته ها می رویم، سفر به اون بخش های تاریک تاریخ می کنیم، با دشواری های زیادی برای دستیابی به منابع دست اول رو می شویم. مثلا در مورد دوران هخامنشی راهی جز این نداریم که به سنگ نوشته ها و آن چیزهایی که از آن دوران اینجا و اونجا جسته و گریخته به جای مانده یا سه نفر تاریخ نگاران یونانی در مورد اون دوران نوشتند، کتسیاس، هرودوت و گزنفون، به اونها رجوع کنیم. در حالی که در مورد تاریخ نزدیک داده ها زیاد هست، کسانی که بخواهند امروز، چون ما در روزهای انقلاب و 22 بهمن و چیزهایی از این دست هستیم، کسانی که بخواهند به رویدادهای پیش و پس از 22 بهمن، به سخنان خمینی، وعده های و پیرامونیانش، رفتار گروه های سیاسی در مورد انقلاب به اینها بپردازن، اسناد زیادی در دست دارند. تقریبا میتوان گفت که همه روزنامه های دوران پیش از انقلاب، 50 سال پیش از انقلاب و همه روزنامه های این 37 سال گذشته امروز در دسترس است، آرشیو شده در کتابخانه های خارج از کشور، در داخل کشور در دسترس است. اسناد گروه های سیاسی در دسترس ماست، اعلامیه ها، بیانیه ها، سخنرانی ها، حتی بسیاری از اونها به صورت ویدیویی در دسترس ماست و کسی نمیتواند گذشته خودش رو
انکار کنه یا گذشته دیگران رو انکار کنه. این دستیابی به این انبور اسناد از یک سوی کار رو آسان میکنه، از سوی دیگر کار رو دشوار میکنه، چون در این انبوه اسناد شما میتوانید اینجا و اونجا چیزهایی پیدا بکنید که اگر نگاه پژوهشگرانه نداشته باشید، تنها با دیدن تیتر اونها و بدون نگاه به ژرفهای اسناد دیگری که در این زمینه موجود هست، این داوری رو بپذیرید و فردی رو حتی در زمینه گناهکار و مقصر بدانید و هوچیبازی در این زمینه به راه بیندازید. این نزدیک بودن تاریخ جدید به ما این زیان رو میرساند که هم ابزار، یعنی این سود رو دارد که ابزار پژوهشی در دست پژوهشگران بسیار است، و این زیان رو میرساند که ابزار هوچیبازی در دست هوچیان، هوچیبازان و اونهایی که میخواهند تاریخ رو وسیلهی برای پیشبرد سیاستهای روزانه خودشون قرار بدهند، اون هم زیاد هست و این یکی از گرفتاری‌های زندگی امروز ماست. نمونه ای خدمت شما بگویم. شما می توانید بروید به تاریخ همین 37-8 سال گذشته، جمله ای رو از کسی مانند زندیان بختیار در بیاورید و بگویید که دیدید بختیار این دشمنی رو با خاندان پهلوی داشته، در اینجا چنین گفته، بیان که به مجموعه زندگی زندیان بختیار بپردازید و بیندشید. یکی از چیزهایی که بسیار پذیرفته و روان شده این است که جنب و جوش 22 بهمن برای براندازی سلطنت در ایران بوده. به نظر چنین می آید که همه این رو پذیرفتند که در 21 و 22 بهمن گروه های مسلحی از داخل نیروهای نظامی و از بیرون، گروه هایی که امروز به خانواده فدایان و مجاهدین پیوند دارند، همراه با گروه های افراطی مذهبی ریختند و پادگان ها رو گرفتند و ارتش رو شکست دادند و جمهوری اسلامی رو، فرایند پدیدار شدن جمهوری اسلامی رو آغاز کردند و این روز بنابراین روز پایان پادشاهی در ایران است. خب در نگاه نخست چنین می نماید، در حالی که چنین نیست. اگر شما به درستی به تاریخ نگاه کنید و اسناد رو در برابر خودتان قرار بدهید، می بینید که محمد رضا شاه پهلوی 37 روز پیش از 22 بهمن ایران رو ترک کرده بود و به گونه ای هم ترک کرده بود که خود او و دیگران هم بر این باور بودند که به ایران باز نخواهد گشت. فرزند نوجوان او هم از سالیان پیش در خارج از ایران درس میخوان، همین شاهزاده رضا پهلوی، خانواده سلطنت ایران رو ترک کرد. به راستی باید گفت با پذیرش نخست وزیری زنده یاد بختیار، دوره پایان پادشاهی پهلوی آغاز شد و تقریبا میتوان گفت که روز شمار معکوس پایان پادشاهی در فرمان نخست وزیری بختیار نهفته بود. اگرچه بختیار اعلام جمهوری نکرد، اگرچه بختیار خودش رو وفادار به مشروطه و قانون اساسی ایران میدانست و تا پایان هم وفادار به قانون اساسی ایران بود، ولی به راستی باید گفت که فرایندی آغاز شده بود که این فرایند می توانست به پایان پادشاهی در ایران بیانجامد و حتی به جمهوری، به پیدایش جمهوری بکشد. من نیک به یاد دارم که در اون روزهایی که شاه از ایران رفت در تهران بودم و سپس در همون روزهای نخست آغاز زمامداری زنده یاد بختیار به خارج آمدم و به دیدن پدر و مادرم در واشنگتن آمدم و شاهد بودم که پدرم هنگامی که آگاهی یافته بود که خمینی در حال تدارک برای بازگشت به ایران است، در منزل ما در واشنگتن در اون هنگام پدرم اونجا زندگی میکرد، به دفتر زنده یاد بختیار زنگ زد. خیلی با هم دوست بودند پدر من و بختیار و چند نفر دیگر از رهبران جبهه ملی. سالهای درازی رو قبل چند وقت چند گاه یک بار به زندان رژیم گذشته افتاده بودند، هم سلول بودند و گویا بین پدرم و زنده یاد بختیار یک شوخی هم روان شده بود که با هم میگفتند
عبارتی بود که خود اونها فقط درک میکردن که دیگران شاید اون رو درک نمیکردن. و هنگامی که به دفتر زنده یار بختیار زنگ زد پدرم، من در منزل بودم، این عبارت رو که عبارت نیمچه رمزی بین اونها بود به اون منشی گفت و گفت به شاپور بگوید که فلانیست با این عبارت. و آقای بختیار پای تلفن آمد و پدر من به اون سفارشی که میکرد، چون خمینی رو خوب میشناخت، این بود که پایان بدهید به، یعنی در واقع خودتون اعلام جمهوری کنید. و زنده یار بختیار میگفت که شدنی نیست، ولی بر روی خیلی های این سفارش رو بختیار میکردن که فرودگاه رو ببندد و اعلام جمهوری بکند. و خب طبیعی است که به شکلی که فرمان نخست وزیری بختیار صادر شده بود و بزرگان ارتش پیرامون او بودند، شاید صلاح نمیدید که چنین کاری رو انجام بدهد. و چون وفادار هم به انقلاب مشروطه و وفادار هم به قانون اساسی ایران بود، اعلام یک سویه جمهوری رو صلاح نمیدید. اگرچه در یکی دو مصاحبه گفته بود که اگر مردم بخواهند و رأی بدهند، جمهوری هم در ایران شدنی است. اما بختیار رو میتوان، دولت بختیار رو، اون دولت 37 روزه بختیار رو که من از پشتیبانان اون بودم، برخلاف این حرفای ارزانی که برخی میزنن که شما در اون موقع از خمینی دفاع کردید، نه، من از هواداران دولت بختیار بودم. امیدوار بودم که دولت بختیار بتواند دوام بیابد و متاسفانه دوام نیافت. و تا کوشش کردم کسانی رو که میشناختم قانع کنم که در برابر دولت بختیار نیستند. و حتی کوشش کردم که دوستان خیلی خیلی با تجربه تر از من، جوانی بودم در اون موقع، اونها رو قانع کنم که در جبهه ملی و گروه های دیگر، گروه های چپ و غیره، که با بختیار کوشش کنم کنار بیایند. البته دیر شده بود، ولی به هر روی راستی این است که اگر ما بخواهیم امروز از دولت بختیار ارزیابی بکنیم، باید بگوییم که دولت بختیار پس از دوره 27 ماهه زمامداری زنده یار محمد مصدق، نزدیکترین مدل فرمانروایی به آرمانهای مشروطه بود. بختیار زیر پیکره بزرگ محمد مصدق با روزنامه نگاران برای نخستین بار سخن گفت و هر بار که به تلویزیون می آمد یا در برابر روزنامه نگاران قرار می گرفت، پیکره دکتر محمد مصدق رو بر پشت سر خودش داشت. شاگرد دکتر مصدق خودش رو میدانست و مانند پدرم و دیگر رهبران اون زمان جبهه ملی، اونها مصدق رو به عنوان نماد قانونگرایی در ایران میشناختند. خب کسانی میتوانند با این ارزیابی مخالف بوده باشند، اما امروز نمیتوان آمد و با خوشی‌بازی، چه از سوی چپ چه از سوی کسانی که ادعای هواداری از پادشاهی در ایران می کنند، گفت که گویا رویدادهای 21 و 22 بهمن برای برانداختن نظام سلطنت فقط در ایران بوده. شورش 21 و 22 بهمن دولت بختیار رو برانداخت. این رو فراموش نکنید. یک شورشی در برابر یک دولت برگزیده یا دولتی که فرمان گرفته بود از پادشاه پس از رأی تمایل مجلس بود. دولتی بود که خودش رو ادامه میراث مصدق میدانست. آیا این کار رو میتوانست انجام بدهد یا نه؟ روشن نیست. اما در همون 37 روز هم بختیار دست به کارهای شگرفی زد. و اینکه امروز کسانی بیایند و با خوچیگری و جنجال و آوردن اسناد دروغین بخواهند بگویند که تمام رهبران جبهه ملی و اونهایی که مصدقی بودند، نمیگن حتی جبهه ملی، مصدقی ها طرفدار آیت الله خمینی بودند و طرفدار ولایت فقیه بودند، جعل تاریخ است، دروغگویی با تاریخ است، توهین به شرف و حیثیت مردی است که در ادامه مبارزه با جمهوری اسلامی جان خودش را از دست داد، در پاریس به دست مزدوران گسیل شده از سوی حکومت کشته شد، آن هم با اون شکل بسیار فجیع. توهین به تاریخ ایران است که فراموش کنند که نخستین نوشته ها در باب نقد به لایحه قصاص به نام رهبران جبهه ملی منتشر شد. دکتر آذر از نخستین کسانی بود که درباره لایحه قصاص نوشت و پس از نوشتن این، انتشار این بیانیه، در نقد لایحه قصاص بود که آیت الله خمینی آمد و گفت که اینها
حتی فرزندان و همسرشون هم برشون حرامه. خب اینها اصلا کافرند. فراموش نکنید اون روزها رو. کسانی که امروز میآیند و میگویند همه کسانی که طرفدار محمد مصدق بودند طرفدار جمهوری اسلامی به شمار میآیند، دروغ با تاریخ میگویند، راستی ها رو در میان نمی نهند. مگر از کسی مانند بختیار وفادارتر وجود می داشت؟ البته در جبهه ملی اختلاف افتاد. گروهی از رهبران جبهه ملی مانند آقای دکتر سنجابی که باز هم من برایشان احترام زیادی قائل هستم رفتند و در پاریس اون بیعت رو با آیت الله خمینی کردن. کار نادرستی بود، روشن از این کار نادرستی بود. گمان هم نمی کردن که پی آمده اون پیدایش یک حکومت ولایت فقیه باشه. اصلا درباره ولایت فقیه کمتر شنیده بودند. البته نادرستی هایی رو در این زمینه منتشر کردند که بله ولایت فقیه چیز خیلی بدی هم نیست. اما این رو فراموش نکنیم که فردی مانند بختیار با درایت در این زمینه ایستاد. یکی از رهبران جبهه ملی بود که به داوری من با درایت بیشتری نسبت به دیگر رهبران جبهه ملی در اون روزها رفتار کرد و سنت دکتر مصدق و سنت سکولار دکتر مصدق و قانونگرایی دکتر مصدق رو بیشتر از دیگران به اون وفادار بود. بنابراین بیاییم و تاریخ رو درست ارزیابی کنیم. نیاییم در برنامه از جمله در همین تلویزیون. نیاییم و بگوییم که همه کسانی که هوادار مصدق بودند در اون دوران طرفدار کشتن افسران بر پشتبان مدرسه رفاه بودند. نیاییم و بگوییم که اینها طرفدار حجاب بودند، طرفدار ولایت فقیه بودند. نیاییم و اینها رو بگوییم، چون اینها با راستی های تاریخی خانایی ندارد. اینها درست نیست. اینها بیشتر جنجال سیاسی به جای پژوهشگری است. این توهین به حرمت و نام زنده یاد بختیار هم هست، کسی که گفتم زیر پیکره دکتر محمد مصدق نخست وزیری رو پذیرفت و همواره به آرمان مصدق وفادار بود و همه یارانی که دور او رو گرفته بودند از هواداران و یاران دکتر محمد مصدق بودند و جان خودش رو در پشتیبانی از اون آرمان ها در پاریس از دست داد، کشته شد به دست دشمنان دموکراسی و آزادی در ایران. این حرمت رو در دست کم حفظ کنیم. یکی از کسانی که در اون دوران، و این رو بایستی که بگویم زیرا که اگر نگویم شرط دوستی رو به جای نیاوردم، یکی از کسانی که در اون دوران با زنده یاد بختیار بسیار نزدیک بود و یکی دو سال پیش از 22 بهمن از ایران خارج شده بود، یک روزنامه نگار با سابقه بود که اینک که به زندگی رو نگاه میکنیم بیش از 37 کتاب نوشته و یا ترجمه کردیم. از روزنامه نگاران کوشا از دهه بیست در نوجوانی کار روزنامه نگاری میکرد تا هنگامی که آمد و در دفتر زنده یاد بختیار که هنگامی که مجبور شد ایران رو ترک بکنه در پاریس ستاد خودش رو آغاز کرد. او در پاریس یکی از کسانی بود که بخش تبلیغاتی و رادیو تلویزیونی فعالیت های زنده یاد بختیار رو میچرخاند. انسان بسیار فروتنی که دوست ندارد که درباره او چنین بگوید و خیلی پیش از انقلاب هم مخالف آیت الله خمینی و جنب و جوش اسلامی در ایران بود و خودش رو از هواداران همین کوشش کسانی مانند بختیار میدانست. البته من نزدیک به 15 سال پیش بود برای نخستین بار ایشان رو دیدار کردم، دوست گرامیم حسین مهری، و در تمام این دورانی که با ایشان آشنا بودم جز پاکدامنی و جز صفا و مهر و راستگویی از ایشان ندیدم. به راستی یک روزنامه‌نگار نمونه در تاریخ معاصر ماست و من افتخار میکنم که دوست خوب من هست و افتخار میکنم که کسی هستم که پای او رو به این تلویزیون باز کردم، با تماس با آقای دورمنی، با تماس با آقای اون زمان مدیر اون زمان تلویزیون اندیشه آقای فروزنده و دیگران. ایشان رو قانع کردم که به این تلویزیون بیایند و برنامه های ایشان، چه گفتگوهای هفتگی که با من دارم، چه گفتگوهای هفتگی که
با دوست گرامی آقای میلانی دارند و چه آنچه که به نام چهره ها و گفته ها در برنامه دیگری با شخصیت های گوناگون انجام میدهند به راستی از پربیننده ترین برنامه های این تلویزیون است و کسی هم من در این رسانه ها و در این شهر لس آنجلس و پیرامون و جایی که من زندگی می کنم نمی شناسم به راستی که از ایشان جز نیکی یاد بکنند. این است که وقتی شنیدم که در یکی از برنامه های تلویزیونی کسی آمده و با آوردن یک مقاله ای که گویا ایشان در سال 58 از یک نویسنده فرانسوی ترجمه کرده و در روزنامه مجله فردوسی اون زمان چاپ شده به ایشان عین میزند که طرفدار حجاب بودند و طرفدار جمهوری اسلامی بسیار برانگیخته شدند. ببینید بازی با واژه‌ها، بازی با این نوع در واقع دستچین کردن تاریخ میتوان داشت و با حیثیت افراد بازی کرد و برای کسانی که دارای حیثیتی نیستند، دارای سابقه‌ای نیستند، این کار ساده است. ولی با حیثیت آدم‌هایی که پیشینه دارند، هزاران نوشته از اونها به چاپ رسیده، در سالهای دراز کار رادیویی کسانی مانند خلخالی و دیگر سران جمهوری اسلامی رو به پای مصاحبه کشاندند و عملاً محاکمه کردند، بازی با حیثیت اونها درست نیست. رفتار شرم‌آوری است که کسی بیاید و عنوان یک مقاله‌ای که در فردوسی چاپ شده بدون اینکه به محتوای مقاله نگاه کند بیاورد و بگوید که ببینید این حسین مهری که ادعا میکنه از مخالفان است و طرفدار آزادی و دموکراسی مقاله‌ای رو ترجمه کرده که این مقاله در ستایش از اسلام است. بگذاریم که مقاله در ستایش اسلام نیست، هشداری است از یک نویسنده فرانسوی که آنقدرها نترسید، می توانیم شاید با این مسلمانان کنار بیاییم زیرا چنین و چنان است. مترجم که مسئول همه سخنان نویسنده نیست، ولی به هر روی انسانها رو باید با کولبار کارهای اونها شناخت، نه با یک نوشته و با یک عنوان نوشته و یک بار آمد و از بسترا گنجینه اسنادی که برخی گویا دست به اون پیدا کردن یک تیتری رو در برابر دیدگان مردم نهاد و مردی رو که به راستی جامعه و نسل جوان ایران به اون مدیون است، وامدار است، جز صفا و پاکی و درستی و وفاداری به راستی کاری نکرده و زندگی خصوصی رو هم نشان میدهد که انسان پاکی است و هیچ چیزی ندارد که از آن بیم و هراسی داشته باشد، آدمی که در دربدری زندگی کرده در این سالها رو افشا کنیم. چه افشایی بکنید؟ این رو شما کار روزنامه نگاری میخوانید، این رو تاریخ نویسی درست میخوانید، این رو امانت با تاریخ میدارید. کجای این کار با امانت و درستی و راستگویی نسبت به تاریخ همسو و همصداست که بیاییم و نگاه نکنیم به گنجینه گسترده کار آدمی که پنهان نبوده کارهای او. هزاران ساعت گفتگوی رادیویی داشته، اینک صدها ساعت برنامه تلویزیونی داره، در گوش و کنار جهان از اون نوشته ها به چاپ رسیده، در روزنامه های ایران، در روزنامه های خارج 37 کتاب از او به نام او، چه ترجمه و چه نویسندگی از او به جاست، امروز در دست ماست. و این مجموعه، این گنجینه در واقع تراز زندگی اوست. این گنجینه است که نشان میدهد این انسان در درازای زندگی خودش چه کرده. به جای این کار بیاییم و فکر کنیم داریم افشاگری میکنیم، مچ بگیریم، یک نوشته رو از روزنامه فردوسی، مجله فردوسی در بیاریم، تیترش رو مقابل مردم قرار بدیم و اسم آقای مهری رو که مترجم این برنامه است نشان بدهیم و بگوییم که ببینید این آدم هایی که میگویند ما طرفدار آزادی هستیم این حرفا رو گفتن. میدانید این کار شبیه چه کاری است؟ شبیه این است که یکی از مخالفان رژیم پادشاهی در ایران بیاید و پیکره محمد رضا شاه رو که همراه با اردشیر زاهدی احرام پوشیدند
در حال طواف کعبه هستند و چاپ شده در روزنامه‌های اون زمان ایران، این رو بچرخونه و در تلویزیون هر روز این رو نشان بدهد و بگوید ببینید این محمد رضا شاه است، این حاجی محمد رضا شاه است که کشور رو به این روز کشانده، این محمد رضا شاه هم حتما از همون جنس آیت الله خمینی بوده. بیاییم و نوشته‌های سخنان محمد رضا شاه رو در مورد حضرت ابوالفضل و حضرت علی و چیزهایی از این دست که میدانی وجود داشته، اینها رو به عنوان نمونه کارنامه محمد رضا شاه که 37 سال کارنامه داره، این رو نمونه بیاوریم. این کار درستی است؟ نه، کار درستی نیست. انسانهایی که در درازای تاریخ از اونها یک مجموعه کار به جای مانده رو باید در این مجموعه مورد بررسی قرار داد. طبیعی است که سیاستمداران ایران به لحاظ مسلمان بودن کشور ایران، مسلمان بودن مردم ایران، طبیعی است که رفتاری انجام میدادند، حالا یا آگاهانه یا واقعا باور داشتند، که من در مورد محمد رضا شاه جدا باورم این است که باور میداشته، نه این است که عوام‌فریبی میکرده، جدا باور میداشته. و بگویم که این است، ببینید این آدم چون احرام پوشیده، چون رخت حاجیانه برتن کرده، از همون جنس حکومت است، یا رفتن و دیدن مشهد و بارگاه امام رضا و رفتن چلچراغ و دیدن آخوندها، همه اینها نشانه آخوند بودن حکومت محمد رضا شاه است. درست نیست، واقعی نیست، اینها بازی گزیده با برخی از اسناد تاریخی است. در یک مجموعه باید اینها رو مورد بررسی قرار داد، در برابر شما می‌نهند. من یک نکته حاشیه‌ای خدمتتون اینجا بگویم و دلم میخواد که دوستانی که به خانواده روشنفکران دینی پیوستگی دارند یا به خانواده نهضت آزادی، جریان‌های به هر حال اسلامی امروز منتقد به جمهوری اسلامی وابستگی دارند، یک بار در نوشته‌ای، در برنامه‌ای، در سخنرانی یه داوری هم بکنند. خب ما داوری خدمت رو میگم درباره چی؟ ما در این گزیده هایی که آقای مشکیار برای ما فراهم میکنند بیشتر میبینیم که خانم ها آواز میخوانند و ترانه میزنند و گاهی ترانه میسازند و میخوانند و ساز میزنند و خانم های بدون حجاب. من دلم میخواهد که دوستانی که به خانواده روشنفکران دینی تعلق دارند و خودشون رو امروز هوادار آزادی و دموکراسی و حقوق میدانند و حتما هم هستند، من در مورد مردم نمیتوانم قضاوتی بکنم جز آن که چیزی بر من ثابت بشود، بیایند و یک روز داوری کنند در مورد آواز خواندن زنان، صدای زن در رادیو، حاضر شدن زن بدون حجاب در تلویزیون، اصلا ترانه خوانی زن، چون در میان فقیهان مسلمان در این باره داوری های بسیار بسیار روشنی وجود داره که میگویند که بر پایه سخنان پیامبر اسلام و حتی این رو میروند و قرآن نسبت میدهند که در قرآن اشاره به اون نیست که شنیدن صدای زن گناه است، حرام است. و این رو بارها کسانی مانند آقای بروجردی و دیگر بزرگان دین در ایران گفتند که گوش دادن به صدای آواز زنان کار درستی نیست و حرام است یا دست کم مکروه است. برخی از آخوندهای نسبتاً روشن بینتر در این باره داوری هایی کردند که سعی کردند مسئله رو تا حدودی روشن کنند ظاهراً. اما انتظار من از دوستانی که مانند دوست گرامی هم آقای اشکبری، دیگر کسانی که در این باره داوری می کنند، آقای کدیور، آقای سروش، که یک روز بیایند و در این باره بنویسند که شنیدن صدای آواز زن کار بدی نیست، حضور زنان در رادیو تلویزیون و خوانندگی اونها، هنرمند بودن اونها کار نه تنها نادرستی نیست، کار بسیار ستودنی است و صدای زیبای یک خواننده زن، کوشش و توانایی زنان در ساختن یک ارکستر هستن که امروز خیلی زیاد هست، اینها کار نادرستی نیست. چرا در این باره داوری نمی کنند؟ این کاری که آقای مشکین یار کرد من رو واداش که
این رو مطرح کنم. چند بار هم دوست گرامی هم آقای گوهرزاد به من گفته بود که یک بار در این برنامه ها بد نیست شما به این موضوع اشاره کنید و امروز جناب گوهرزاد به این اشاره کرد. بازگردیم به رشته بسسته سخن. از این با شما گفتگو می کردم که دست چین کردن تاریخ یا رفتن و جستن گوشه های از تاریخ که به داوری سیاسی ما یاری می رساند زیانبار برای مردم است، برای به ویژه نسل جوان است. کسانی که امروز می خواهند تاریخ رو بشناسند برویم و دست بزنیم به اسناد تاریخی و یک گزیده رو در برابر اونها بنهیم و بگوییم که ببینید این محمد مصدق گفته اسلامیت و ایرانیت و قرآن از جیبش بیرون آورد. ما اگر بخواهیم با این روش به تاریخ نگاه کنیم از این نوع پرونده سازی ها درباره همه میتوانیم داشته باشیم. میتوانیم به جای اینکه بیاییم و از کارهای ستودنی رضا شاه در زمینه محدود کردن قدرت آخوندها سخن بگوییم، بیاییم و از لابلای چند کتاب تاریخی بسیار مستند از جمله خاطرات عبدالله مستوفی و خاطرات دیگران بگوییم که رضا شاه در نخستین محرم سال 1300 در پیشاپیش افسران قزاق گل بر سر زده بود و پا برهنه در پیشاپیش اونها در محرم عزاداری میکرد و اینها سرود میخواندند که اگر در کربلا قصد بودی حسین ابن علی تنها نبودی. این رو معیار بگیریم که ببینید رضا شاه عوام فریب بوده، اینجا با آخوندها کنار آمده، اینجا از سید الشهدا نام برده، بعد رفته با قدرت آخوندها رو محدود کرده. یه چیز رو فراموش نکنیم، در یک کشور اسم مسلمان، کشوری که بیشتر مردم مسلمان هستند، در یک کشوری که بیشتر مردم مسیحی هستند یا کلیمی هستند یا هر آیین دیگری، سیاست مداران جانب آیین و باورهای دینی مردم رو میگیرند و رعایت میکنند. این در همین ایالات متحده آمریکای ما هم، که البته آمریکای ما نیست، آمریکایی که من بیشتر زندگی خودم رو ناخواسته و بناچار در اون گذراندم، اینجا هم درست است، در فرانسه هم درست است، در کشورهای دیگر هم درست است. خانم مرکل اگر فردا بیاید و ناسزاهایی علیه مسیح بگوید دو روز هم بر سر کار نخواهد بود. آقای اوباما چاره‌ای جز این ندارد، به ویژه در این کارزار اتهام بود که مسلمان و مسلمان زاده است، که همواره خودش رو مسیحی نشان بدهد و اعلام بکند که من مسیح هستم. حالا چه انتظاری داریم از سیاستمداران کهن و تازه ایران؟ حالا تازه منظورم دوران مدرن، نه این دوران جمهوری اسلامی، که فروغی و مصدق و داور و تیمورتاش و رضا شاه و محمد رضا شاه و دیگران اصلا نامی از اسلام نبرند، نامی از پیامبر اسلام نبرند، اعلام بکنم ما نماز نمیخوانیم، روزه نمیگیریم، میخواییم مسجدها رو ببندیم. انقلاب خواهد شد، انقلاب میشد علیه ما. شما فکر میکنید اگر ما برگردیم به زندگی فروغی نگاه کنیم، به زندگی رضا شاه نگاه کنیم، به زندگی داور نگاه کنیم، جز این میابیم که اونها هم در ستایش از مسلمان بودن خودشون بارها و بارها سخنانی از این دست گفتند. کتابی میخواندم چند سال پیش از آقای دکتر متینی، استاد دانشگاه و رئیس دانشگاه مشهد، بله کتاب رو میشنم در مورد مصدق، که این محمد مصدقی که ادعا میکنند کسانی که سکولار بوده، همه از اون یاد گرفتن، از این سند. در مجلس پنجم، هنگامی که مجلس بنا بوده رأی بدهد به اون ماده واحده برای پایان یافتن دولت قاجار، هنگامی که نیروهای نظامی هم بیرون مجلس ایستاده بودند، بیم و هراس وجود داشته، یکی از اون پنج نفری بوده، برخی میگوین شش نفر، که به این ماده واحده رأی منفی داده، ملک و شعرهای بهار، حتی علا که سالیانی پس از اون وزیر دربار محمد رضا شاه شد و هیچ کس در وفاداری او به رضا شاه و محمد رضا شاه تردیدی نمیتواند داشته باشد، رأی مخالف داد. تقی‌زاده که وزیر دارایی بود در دوران پس از اون و سناتور شد، رئیس سنا بود در دوران محمد رضا شاه، رأی مخالف به این ماده واحده داد. مصدق هم یکی از این چند نفری بود، مانند ملک و شعرهای بهار، تقی‌زاده، علا،
که اینها رأی مخالف به این ماده واحده دادن. دموکراسی هم یعنی همین که انسان ها بیایند نظر خودشون رو بگویند و رأی مخالف بدن. مصدق در اون مجلس سخنانی گفت و قرآن عجیب خودش در آورد، شهادتین گفت، چون فکر میکرد بیرون از مجلس ممکن است او رو بکشند. میدانی که در همون روزهای رفته بودن و نزدیک بود که ملک الشعرا بهار رو بکشند، البته آدم دیگری رو فکر میکردن شبیه او هست کشته بودن. خب بیمهراس وجود داشت، یک پادشاهی 100 ساله در حال واژگونی بود و یک نظام تازه در حال شکل‌گیری و اختلاف در جامعه وجود داشت. حالا شما می توانید به عنوان کسی که منتقد تاریخ است و بررسی کننده تاریخ است بیایید و بگویید که این کار مصدق درست یا غلط بوده، مهم نیست. این بررسی رو می توانید در یک فضای سالم انجام بدهید. ولی آقای متینی آمدند و گفتند که بله، قرآن از جیبش در آورده، این چه آدم سکولاری بوده؟ این کار رو مصدق در سال 1305 کرده و آقای متینی در همین چند سال گذشته در این کتابی که منتشر کردن مصدق رو محاکمه کردن که آقا ببینید چی گفته. ولی همین آقای متینی دو سال پیش از انقلاب سردبیر روزنامه آستان قدس بوده، مقاله نوشته در دوره جدید روزنامه آستان قدس 2 سال پیش از انقلاب 57 و گفته ما جاروکشان امام هشتم هستیم. همین آقای متینی قرآن تصحیح کرده و چاپ کرده. آیا من بیایم و بگویم که متینی که گفته ما جاروکشان امام هشتم سامن الائمه هستیم؟ ببینید این رو گفته. آخه آدمی که خودش مقاله می نویسه و می گوید که ما جاروکشان آستان امام هشتم هستیم، چرا به خودش حق میده برگرده 50 سال پیشتر در تاریخ و این را بگیره چرا مصدق قرآن از جیبش بیرون آورده؟ اصلا سیاستمداران ایران مصدقی و شاهی و حتی برخی از چپی‌هاش هم گرایش داشتن و باور داشتن به برخی از ارزش‌های اسلامی. این طبیعت جامعه ماست. مگر میتوان رفت و در درازای تاریخ جستجو کرد و گفت چرا میرزا ملکم خان از اسلام دفاع کرده و گفت چون از اسلام دفاع کرده میرزا ملکم خان نماینده روشنگری و روشنفکریگری در ایران نبوده؟ اینا بازی کوچیانه با تاریخ است، اینا برای جنجاله، اینا درش تاریخ نیست، اینا برای بدنام کردن افراده. چون اگر شما برگردید و با این نوع نگاه به تاریخ بنگرید، خب تاریخ رو وارونه خواهید کرد، جلوه های نادرستی از تاریخ در برابر مردم می نهید. نیک یاد دارم چند سال پیش در یک برنامه سخنرانی در اروپا یک آقای بلند شد و خیلی سخت از طرفداران پادشاهی بود. البته این رو آشیان بگم، این نوع آدم ها اتفاقا به کوشش های کسانی مانند رضا پهلوی ضرر هم می زنن، چون اینها نمونه های بسیار جاهلانه و طرفداری از پادشاهی در ایران هستند. بگذاریم، بلند شد و با حالت بسیار خشمگین گفت آقای امینی شما ادعا میکنید که پدرتون سکولار بوده، پدرتون یک قاضی سکولار بوده، چرا با مردم دروغ میگید؟ گفتم من چه دروغی گفتم؟ گفت خواهر شما در یک مصاحبه یک مقاله نوشته که عقد پدر مادر شما رو آقای پسندیدی آقای خمینی کردن، این دو برادر. گفتم اگه عقد پدر مادر شما رو ویگن کرده یا گوگوش کرده، خب عقد پدر مادر شما رو هم یه آخوندی کرده. اون موقعی که پدر و مادر من رو آقای پسندیده عقد می کرده، آقای خمینی اسمش بوده حاج آقا روح الله، کسی اصلا نمیدونسته ایشون قراره بعدن بشود رهبر انقلاب اسلامی و چنین پلیدی ها از او سر بزنن. خب همه آدم هایی که می روند مسلمان هم می خواهند ازدواج بکنن، بخشی از این ازدواج به صورت دینی است، یعنی خطبه عقد می خوانند، یک آخون می آورند که این کار رو انجام بدهند. مسیحی هم که باشن، ارمنیان ایران می روند کلیسای ارامنه، یهودی ها می روند به مرکز دینی خودشان. آدم های بیدین هم حتی مجبور هستند، راهی جز این ندارند برای که ازدواج اونها صورت قانونی پیدا بکنند، این رو در یک دفتر اسناد رسمی یا با حضور آخوندی به توانند ثبت کنند، چون اصلا سنت ازدواج از ساختارهای دینی بلند شده.
اگر این ساختارهای دینی نمی بود که انسان‌ها اصلا ازدواج نمی کردن، یک قرارداد می نوشتن مانند یک پیمان اجاره خانه و با هم زندگی می کردن. اما از سنت مذهب بیرون آمده و این است که در غرب امروز ما دو درجه ازدواج داریم، ازدواج دینی و سپس ازدواج عرفی که باید این رو ثبت کنند. و یکی از کارهای دوران رضا شاه هم این بود که ازدواج رو عرفی هم کردن، یعنی آمدن و دفتر ثبت درست کردن و باید این ازدواج ها ثبت می شود و از را اون ثبت بود که شناسنامه هم صادر می شود. حالا کسانی بیایند و بگویند که چون این نوع پاسداری ها یا نگاه به بر روی ارزش های دینی در جامعه بوده، همه اینها آدم هایی هستند که باید دور ریخته شوند. اینها هوچی بازی با تاریخ است. سخن امروز به درازا کشید و ما پایان برنامه رسیدم. تنها این رو میگویم که باید با امانت و با گستره فکری به تاریخ نگاه کرد و شخصیت ها رو بدنام نکرد و تاریخ رو یک سویه ننگریست و در بررسی انسان ها جنبه های نیک و بد همه رو مورد بررسی قرار داد. هفته آینده به گفتگو پیرامون مسئله کوشش برای چند پارگی ایران خواهم پرداخت. تا هفته آینده روز روزگار بر شما خوش باد.